سلام و درود میگم خدمت همه دوستان و همراهان همیشگی ما. اعتماد به نفس نقش تعیین کننده‌ای در زندگی هر فرد داره. چالش ها مانند باران شهاب سنگ یکی پس از دیگری بر روی سرمون میریزن و اعتماد به نفس تنها سایبان ماست. افراد موفق بخش بزرگی از موفقیتشون رو مدیون اعتماد به نفسشون هستن. موفقیت و اعتماد به نفس رابطه مستقیمی دارن. ممکنه فردی به تازگی به شرکتی که در اون کار میکنید پیوسته باشه، ولی در همین زمان کوتاه به لطف اعتماد به نفس بالاش اعتبار زیادی کسب کرده باشه. بسیاری از کارآفرینان موفق به کمک اعتماد به نفسشون ایده های انقلابی خود رو که از دید دیگران غیر ممکن و حتی احمقانه بودن عملی کردن. در این برنامه با ما همراه باشید تا 7 روش تقویت اعتماد به نفس که شما رو به موفقیت میرسونه با هم بررسی کنیم. قبل از هر چیز، اگر تازه به کانال ما پیوستید، حتما ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا از برنامه‌های جدید ما جان نمونید. شرایط بد رو مدیریت کنید. افراد با اعتماد به نفس هنگام بروز مشکلات به جای بد و بیرا گفتن به زمین و زمان تلاش میکنن شرایط رو مدیریت کنن. اونها به جای شکایت از چالش ها و مشکلاتی که براشون پیش اومده تلاش میکنن مشکلات رو پشت سر بگذارن و آماده مواجهه با چالش های بعدی بشن. اتفاقات ناخوشایندی برای همه ما پیش میاد. باید تلاش کنید تا از تکرار این اتفاقات جلوگیری کنید و اجازه ندید که این اتفاقات بد سایر فعالیت هاتون رو هم تحت تأثیر قرار بده. تسلیم نشید. هیچ چیز با ارزشی آسون به دست نمیاد. اگر میخواید فرد با اعتماد به نفسی باشید، باید غبار شکست رو از خودتون بتکونید و مسیرتون رو ادامه بدید. وقتی تمام اطرافیانتون معتقدن ایده شما احمقانه است، شما باید تنها کسی باشید که به خودتون ایمان دارید. درست مانند ایلان ماسک که با وجود مشکلات و چالش‌های موجود تسلا را ساخت. افراد با اعتماد به نفس سعی می‌کنند دید مثبتی به زندگی داشته باشند تا در دام مشکلات و ناامیدی‌ها گرفتار نشن. اونها می‌دونن حتی اگر استراتژی‌های فعلیشون به موفقیت نرسه، می‌تونن درس‌هایی برای موفقیت در پروژه بعدی به اونها بدن. تمام الگوها رو بشکنید. افراد با اعتماد به نفس به جای دنبال روی از همه قواعد اونها رو میشکنن، زیرا میدونن در نهایت کارشون به نتیجه مثبت ختم میشه. اونها باور دارن وقتی دیگران دستاوردشون رو ببینن کارشون رو درک میکنن. در طرف مقابل افرادی هستن که به دلیل نداشتن خودباوری از شکستن الگوهای ثابت میترسن. اونها تصور میکنن شکستن الگوها گناهی کبیر است و به هر قیمتی که شده از اعتماد به خودشون و ساختن الگوهای جدید پرهیز میکنن. اونها افراد با اعتماد به نفس رو افرادی مغرور میدونن و منتظر فرصتی هستن که نفرتشون رو به اونها ابراز کنن. البته منظورمون این نیست که الگوها رو بشکنید تا نشون بدید فرد باحالی هستید، بلکه باید الگوها رو بشکنید تا چیز فوق‌العاده‌ای خلق کنید. به حرف مردم اهمیت ندید. یکی از چیزهایی که میتونه موجب نابودی اعتماد به نفس بشه اهمیت دادن به حرف مردمه. وقتی در مورد یک تصمیم بیش از اندازه فکر کنید، رفته رفته اعتماد به نفستون جای خود رو به ترس و شک میده. افراد با اعتماد به نفس غالباً برای خودشون ارزش قائل هستن. اونها نیازی به تایید دیگران ندارن، زیرا هیچ چیزی براشون با ارزش‌تر از تایید خودشون نیست. از اشتباهات دیگران بگذرید. افراد با اعتماد به نفس سنجیده عمل می‌کنند. اونها به همه رویدادهای منفی واکنش نشون نمی‌دن، بلکه سعی می‌کنن نسبت به بعضی از مسائل بی‌تفاوت باشن. این هنریه که در مدیتیشن هم به افراد آموخته میشه. اگر بخواید از انرژی محدودی که دارید برای مقابله با همه اتفاقات زندگی استفاده کنید، خیلی زود خسته میشید. شاید همین پدیده علت خستگی و بی‌حوصلگی برخی از اطرافیانتون باشه.
گاهی اوقات بد نیست از اشتباهات دیگران چشم پوشی کنید و به کسی که اعصابتون رو به هم میریزه لبخند بزنید. افراد با اعتماد به نفس خودشون رو درگیر مسائل کوچیک و بی‌ارزش نمی کنن. از مکالمات چالش برانگیز نترسید. یکی دیگه از ویژگی‌های افراد با اعتماد به نفس اینه که از گفتگوهای دشوار نمی‌ترسن. گاهی اوقات باید چیزهای ناخوشایندی به دیگران بگیم که حتی ممکنه به خاطر اونها از ما متنفر بشن. گفتن این حرف‌ها واقعاً دل شیر می‌خواد. در این گونه مواقع بهترین کار که می‌تونید انجام بدید اینه که به گذشته نگاه کنید و موقعیت‌هایی رو به یاد بیارید که شجاعت در یک مکالمه ترسناک دستاورد بزرگی براتون به ارمغان آورده بود. مرور موفقیت‌های قبلی یکی از راه‌هایی که به شما کمک می‌کنه در موقعیت‌های سخت اعتماد به نفس بیشتری داشته باشید. افراد با اعتماد به نفس می‌دونن تا زمانی که گفتگوهای دشوارشون رو به پایان نرسونن، نمی‌تونن به کارهای مهم دیگه‌شون رسیدگی کنن. به تأخیر انداختن و اجتناب از مکالمات سخت احساس دردناکی به شما میده و بخشی از مغزتون رو درگیر این موضوع میکنه. در حالی که اگر این مأموریت رو به انجام برسونید، میتونید با خیال راحت به سایر کارهاتون رسیدگی کنید. هیچ کس دوست نداره دیگران او رو پس بزنن و یا سرش فریاد بکشن. ولی داشتن اعتماد به نفس این شجاعت رو به شما میده تا این جنبه منفی کوتاه مدت رو در نظر نگیرید و کاری رو که لازمه انجام بدید. باید گاهی اوقات بایستید و پیامی رو به دیگران برسونید که شاید دوست نداشته باشن بشنون. نکته‌ای که نباید فراموش کنید اینه که بعضی از مکالمات به اون سختی‌ای هم که ما تصور می‌کنیم نیستن و نتیجه اونها با چیزی که انتظارشو داریم بسیار متفاوته. بیشتر نتایج بزرگ از گفتگوهای دشوار به دست میان. ممکنه استرس برخی از این مکالمات خواب رو از چشاتون بگیره و معدتون رو به درد بیاره. ولی با به کار بردن نکاتی که گفتیم، احتمالاً کار آسان‌تری پیش رو خواهید داشت. ترستون رو به اعتماد به نفس تبدیل کنید. اگر می‌خواید اعتماد به نفس بیشتری داشته باشید، وقت اون رسیده کارهایی رو که براتون ترسناک هستن به انجام برسونید. انجام این کارها اعتماد به نفستون رو بیشتر از هر چیز دیگه‌ای تقویت می‌کنه. زمانی که زندگی براتون سخت میشه و اتفاقات روزمره شما رو تحت فشار قرار میدن، دنبال کردن اهداف کار سختی خواهد شد. در این بین تنها راه اینه که ترستون رو به عنوان یک سلاح به کار ببرید و اون رو به اعتماد به نفس تبدیل کنید. با این کار مورد تحسین دیگران نیز قرار میگیرید. برای داشتن اعتماد به نفس لازم نیست آدم بی‌نظیری باشید. تنها کافیه که از خودتون راضی باشید. اعتماد به نفس همون صدای درون سرتونه که میگه همه چیز درست میشه، تو میتونی. افراد با اعتماد به نفس باور دارن که میتونن کارهای دشوار رو انجام بدن. اونها برای انجام کارها داشتن مدرک یا تحصیلات دانشگاهی رو ضروری نمیدونن، بلکه تلاش میکنن و باور دارن که موفق میشن. دقیقاً مانند باوری که ما نسبت به شما داریم. شما میتونید با تلاش به موفقیت برسید، فقط باید اون اعتماد به نفس خفتتون رو بیدار کنید. شما برای تقویت اعتماد به نفستون تا به حال از چه روش‌هایی استفاده کردید؟ نظرتون رو در کامنت ها برامون بنویسید. ما همیشه منتظر شنیدن نظرات خوب شما عزیزان هستیم. امیدوارم با واو ساکسس همیشه پویا، پرتلاش و مثبت‌اندیش باشید.